درود. چرا امروز چرا کاندیدای ریاست جمهوری برای کشور ایران با امید براندازی هرچه زودتر این رژیم منفور که 40 سال مردم ما رو کشور ما رو گروگان گرفت، میخوام صحبتی رو شروع بکنم، پیامی رو بگم که چرا تو این 40 سال اتفاقی نیفتاد با تمام تظاهرات، اعتصابات، افراد و شخصیتهایی که به هر طریقی تلاش میکردن این رژیم رو مقدار بسیار کمی از آنها واقعا میخواستن براندازی رژیم رو از پا بندازن. دلیل مهم و خیلی سادش اینه که تمامی این افراد در سطح‌های بالا از دولت‌هایی که یا کشورهایی که درش زندگی میکردن یا باهاشون در رابطه بودن پول میگرفتن و بنابراین مجبور بودن با روابط و ضوابط سیاسی، قوانین سیاسی همون کشورها عمل کنن. مثلا کسی که در اروپا یا در آلمان میخواست درباره ایران اقدامی بکنه برای براندازی این رژیم، در انتها پولش رو از رژیم، از دولت آلمان میگرفت برای مبارزه با رژیم، از طرف دولت آلمان بهش گفته میشد از اینجا به بعد اجازه نداری دیگه بری، من خودم دارم با این رژیم کار میکنم، شما فقط میتونی تا این حد صحبت بکنی، پولتم بگیر، حرفتم تا اینجا بزن. انتقاد براندازی وجود نداشت، نمیتونست داشته باشه، حتی اگر میخواستن. در تمام دنیا این مشکل هست بود تا این 40 سال، تا اینکه یک کسی فقط اومد تمام دنیا میخوان با این رژیم کار بکنن، چون دارن رسمی، دارن اداری، علنی و روشن ثروت این مملکت رو از طریق یک مش دوز چپاول میکنن. خیلی ساده است، مردمی به اسم ایران برای این اصلا وجودی نداره، مهم نیست اصلا برای هیچ کدومشون، از اروپا بگیر تا آمریکا، از آسیا بگیر تا آفریقا، تا آمریکای جنوبی وجود نداره ایران، مردم ایران وجود نداشتن براشون. بزرگتر مشکل ما هم همین بوده، یا من شخصا خودم همین بوده که همیشه باید توضیح میدادیم وقتی راجع به شرایط ایران صحبت میکنید بگید رژیم ایران، راجع به مردم ایران دیگه اینجوری صحبت کنید، ما به ایران میخوایم حمله بکنیم. به ایران چه کار داریم؟ به رژیم ایران. اون بدبخت ایرانی خودش الان 40 سال زندانی، گروگانگیری شده آقا، 40 سال اونجا زندانی است. امروز چرا دارم صحبت میکنم؟ مجبور شدم بعد از بالای 20 سال که با تمام صدر افرادی که به عنوان جانشین های این رژیم مطرح بودن صحبت میکردن، مجبور شدم به این نتیجه گیری برسم که اینها نمیتونن، اجازه ندارن حتی مطرح کنن حرفا رو، چون تحت قوانین و مقرراتی هستن از کشورها و دولتهایی که باید تحت اونها رفتار کنن. بنابراین یه نفری باید مستقل بتونه حرف بزنه، به اینا نشون بده، به اینا یاد بده آقای ایکس، خانم ایگرگ، هرچی اسمتون هست، شما باید هدفت رو اعلام بکنی، به عوض اینکه صبح تا شب بگی من هستم. مردم ایران خودشون تصمیم بگیرن. چه تصمیمی؟ بیایی بدبخت میتونست تصمیم بگیری، چه رساله تصمیم گرفته بود که شما باید مثل تمام ریاست‌های کاندیداهای ریاست‌های جمهوری کشورهای آزاد دنیا، 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر بغل هم جمع میشن، رانالد ریگان میگه من بیام آب رو میدم مجانی بکنن، اون یکی میگه من بیام این کارو درست میکنم، اون یکی شما باید بگی، باید بگی اون مردم باید ببین برای چی باید به تو رای بده. 20 سال من اینو دارم به شما به هر زبونی که شده گفتیم، شنیدید، بعد رفتید و بلاتر بعدش هم گفتید آه برای ایران خیلی شرایط بدی داره، خیلی بدجوریه، مردم تو خیابون و تلویزیون هم که حالا مد شده یک سال هم که حالا اینا آقا ببینید اصغر از اکبرستان داره به ما اینو میگه، بگو اصغر آبه چی شد بند اومد برد تو بد کرد. آقا شرایط ایران استراری است،
مردم ایران در شرایط زندگی زنده نیستن، در شرایط مرگ دارن با مرگ دست پنجه نرم میکنن، این کشور نابود داره میشه. بنابراین صحبتم رو شروع میکنم امروز و امیدوارم با عنوان خودم رو کاندید ریاست جمهوری برای ایران میکنم و امیدوارم تمام اونهایی که صادق هستن، وفادار هستن و واقعا براندازی این رژیم منفور رو طلب میکنن و میخوان برای کشور مردمشون قدم بزنن، قدم بردارن، جان بدن، در اختیار بذارن خودشونو، یاد بگیرید آقا بنده منشوری رو نوشتم، این همین هم شما فردا بنویسید همه جا چاپ کنید، مردم شما رو بشناسن. اون مردمی که شما رو دیدند روسری داشتی نمیخوان، برو بیرون، کسای دیگری هستی بنویس، تضمین باید بدی، مثل همین ترامپی که اومد و انتخاب شد، کلینتون رو بزنی بیرون، تضمین باید بدی، مردم باید بدونن تو کی هستی، نه کمجوری پاشی بیری تو اون کشور بگی من اومدم، منو بکنید پرزیدنت کشورتون. خب بعدش چی؟ خودتون تصمیم میگیرید، مردم خودشون انتخاب میکنن، خودشون میکنن همه کارو، کی گفته همین چیزی رو؟ این پیام من به عنوان یک رهبری با شفافیت و تضمین. یک، اولین قانون بعد از انتخابم حقوق متساوی زن و مرد. وقتی اینو میگم از اینجا به بعد دیگه هر وقت گفتم همه ی هنرپیشه ها آزاد، یعنی زن هم آزاد، مرد هم آزاد، یا ورزش آزاد، یعنی برای زن و مرد هم آزاد، با اینکه اگر مهم باشه یا اگر لازم باشه دوباره اینو یادآوری میکنم، بزرگترین و مهمترین اصول تمدن و فرهنگ در یک کشور تساوی زن و مرد است. این اولین قانون دولت ما خواهد. دو، ایران دین رسمی نخواهد داشت، هر کی دین خودش رو با احترام برای خودش نگه داره. جرایت کاملا آزاد، سینما کاملا آزاد، اینا رو تضمین میکنم، حرف نیست اینا، اونایی که میخوام بیان بعدن دوباره همچه حرفاری بزنن تضمین باید بدی. موزیک و رقص و آواز کاملا آزاد برای زن و برای مرد، پوشاک کاملا آزاد برای زن برای مرد، تحصیل کاملا مجانی تا حدود لیسانس دانشگاه های دولتی آزاد، خلق هنر کاملا آزاد، تمامی مساجد و امامزاده های این کشور رو تبدیل میکنم به کتابخانه های عمومی با ورود کتاب های آزاد از تمام دنیا، کتاب های رایگان برید بخونید، کلاس های کامپیوتر و دیجیتال مجانی برای همه، سالن های تئاتر آزاد، امامزاده ها رو میکنم برای پخش فیلم های هنری تجربی مستقل آزاد، هر نوع فیلمی آزاد، امامزاده ها میشن کلاس های رقص محلی بله کلاسیک آزاد برای زن و برای مرد، سالن های نطق و انتقاد آزاد بر دولت من، اگر روزی انتقادی نشه مشکل خواهم داشت، یا مرفه اینقدر شدید یادتون رفته که در رفاه باید بیاید حرف بزنیم با هم باشیم، حتی در داشتن صلح و آزادی که اینو دوباره دست ندیم. آزاد، تمام امامزاده ها و مسجد ها رو میکنم گالری های آزاد برای کارهای هنری ایرانی ها و خارجی ها در تمام دنیا، هر شهر بزرگ یک مکان، یک مکان خواهد داشت برای هر دینی، مال هر دینی هستی، خودتون دور هم جمع بشید، جایی رو خودتون با پولهای خودتون درست بکنید، به عبادت بپردازید، احترام خواهید داشت از طرف دولت ما. ولی این دولت یک دلار، یک دوزاری برای تشکیل، تثبیت،
و سازمان و ساختن هیچ بنایی رو برای شما نخواهد. دولتی که تشکیل میشه جمهوری آزادی خواهد بود 8-6 ساله و بعد از 8 سال دوباره میتونید انتخاب بکنید. اگر رئیس جمهور میخواد دوباره انتخاب بشه، اگر مردم میخواد. زبان دوم ایران انگلیسی خواهد شد. امامزاده ها رو برای تدریس زبانهای مختلف جهان آزاد رایگان درست خواهد کرد. آب و برق برای تمام ایرانی رایگان خواهد بود. تضمین خواهم کرد. ایران نیازی به تسلیحات اتمی ندارد. اسرائیل و آمریکا بهترین دوستان ما خواهند بود. روابط بلافاصله فوری آزاد و سیاسی و نرمال سیاسی با هر دوی این کشور متمدن خواهیم داشت، آمریکا و اسرائیل، به خصوص با این دو کشور. در کمتر از 10 سال ایران را به دنیای پیشرفت و بحث خواهیم کرد و ایران یکی از 20 کشور ثروتمند جهان خواهد شد. تضمین میدم کسی که میخواهی بعدن بیایی این حرفا رو بزنی، تضمین باید بدی. پرچم ایران بلافاصله شیر و خورشید خواهد. تمامی آخوندها و سیاست مداران این رژیم منفور دادگاهی خواهد شد. ورزش بلافاصله آزاد خواهد شد برای زن و برای مرد. شرمی که در 2018 مجبور بشیم این حرفا رو بزنیم. آزاد خواهد شد و بدون هیچ دستوری برای نوع پوشاک. تضمین میکنم ایران بتواند آمادگی داشته باشد برای اجرای جام جهانی در عرض 25 سال آینده اگر به زمانش برسه و حتی تیم ایران در یکی از 4 تیم بزرگ خواهد بود در عرض 20 سال آینده. تضمین میکنم تمام جوانان خوب ایرانی تسهیلات عالی داشته باشند، از مواد مخدر عاری بشوند و برای ورزش و تندرستی از قبیل کفش ورزشی و لوازمی رو که لازم داشته باشن برای بچه ها فراهم بکنم. تضمین میکنم هر ایرانی با افتخار ویزا بتواند بگیره برای دیدار این کره زیبای زمین تحت پاسپورت جدید. تضمین میکنم هر کسی، این رو تضمین میکنم، هر کسی مزاحمتی برای لباس، دین و اعتقاد دیگری در ایران به وجود بیاورد بلافاصله زندانی خواهد شد. اعدام ممنوع میشود. زندانی سیاسی غیر قانونی خواهد بود. بنابراین بلافاصله پس از براندازی این رژیم منفور، قاتل، بی تمدن، بی فرهنگ، بی سواد، پس رفته، آزاد خواهند شد. تمام زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد. تلویزیون کاملا آزاد خواهد شد. با تمام تلویزیون های جهان در تماس خواهید. نویسندگان آزاد خواهید بود برای نوشتن هر چی میخواهید. هر چی میخواهید. بیشتر بنویسید و چاپ به هر چی که. از درآمدهای نفت و گاز استخراج بزرگترین معادن جهان که ایران رو یکی از 5 کشور مادر و ثروتمند جهان کرده. 5 تا فقط کشور در جهان با این کشور رقابت میکنن. مادر این کشور، کشور مادره. صبح که پا میشه از سینه های این کشور دنیا باید شیر بدوشه. از درآمد این همه ثروت به کشاورزی خواهیم برداخت. فقط به بغلتون نگاه کنیم. اسرائیل به اندازه یک شهر ما نیست. ببینید چه کردن. در عرض 60 سال از بیابان چی ساختن؟ چی ساختن؟ ترویج کشاورزی، تشکیلات فستیوال‌های جهانی و رقابت‌های کسب فستیوال جهانی در سطح بزرگ ایران،
برای فیلم، برای موزیک، برای هنر، برای تکنولوژی، برای علم و صنعت و جلب توریست. تضمین میکنم ایران یکی از 10 کشور بزرگ جهان برای جلب توریست در عرض 10 سال آینده بشه. تمام ضوابط و تبدیل‌های پولی کشور بلافاصله وصل می‌شود به سیستم موجود مالی و پولی دنیا. دزدی، دزدی، تمام. هیچ کس و هیچ کدوم از افرادی که می‌خواهند جای این رژیم را بگیرند هرگز نخواهند چنین تصمیمی را و یک چنین تضمینی را بدهند. چرا؟ چون که همشون وصل به کمک‌های پولی و دولت‌های مختلف هستند. متاسفم که اینو میگم، ولی این حقیقتی است. من مستقلم. من از شما هستم. من ایرانیم. یکی از تضمین‌های دیگری که اول میتونم بهتون بدم همون انتخاب اسم خودتونه. اسم من داریوش شکوفنده است. داریوش شکوف رو خودم انتخاب کردم 40 سال پیش. اسمم داریوش شکوف. بسیار ثروتمندم. به احتیاج به پول از هیچ کس و هیچ پول از هیچ دولتی لازم ندارم. بزرگترین ثروت من اینه اجازه داشته باشم در ایران برای مردم و کشورم خدمت کنم. آرزویم تدریس اون چیزی که میدونم. تندرستیه، آزادیه، شادیه، مثبت اندیشی، افکار پیشرفته و ایرانی سازنده برای خود ایران و دنیای امروز. آرزوم دیدن خنده، لبخند بر چهره هر ایرانی، هر ایرانی، هر نوزاد، هر بچه ایرانی و تمام دنیا. نه تنها هیچ کدوم از افرادی که میخواهند این رژیم را نابود کنند هرگز چنین تصمیمی نخواهند داد، بلکه متاسفانه هرگز هنوز خلاقیت و انرژی لازم را برای سازندگی ایران، ایرانی پر از گل و بلبل ندارند. میخواهند ولی ندارند. من دارم. هنرمند و کارگردان سینما داریوش شکوف هستم. این مطلب و این پیام رو عمومی خواهیم کرد از فردا جولای 23 جولای 23 نمیدونم چه روز ایرانی هست، ببخشید من رو. در خارج از ایران هستم و به انگلیسی هم این پیام رو پخش خواهم کرد. کسانی که نشنیدن صحبتم رو میتونن این رو بخونن. ما با هم این رژیم منفور رو خواهیم انداخت. بیشتر از 2 سال وقت نیست. خود ترامپ مشکلات بسیار زیادی داره. اگر 4 سال دیگر انتخاب بشه احتیاج به ما داره، احتیاج به همکاری و همفکری ماست. هم خود ترامپ و هم تمام افرادی که الان در صحنه سیاست جهان در شرایط ایران درگیرن همه یک زبان موافقن که مردم ایران تصمیم رو خواهند گرفت. من حرفامو زدم و برای تمام حرفایی که زدم راست وانستم. درود بر ایران، درود بر مردم شریف ایران، درود بر فرهنگ و تاریخ ایران. امیدوارم با هم و هر چی زودتر از این ننگ تاریخی خلاص بشیم.